رازیه دختری 20 ساله است که 2 سال قبل خودش را به خاطر آنچه بدرفتاری خانوادهش میخواند به آتش کشیده و 45% از اعضای بیرونی بدنش سوخته است و یکنون در کارگاه آموزشی و سوادآموزی برای زنان آسیب دیده از سوی مؤسسه همکاری با افغانستان شرکت میکند و از اینکه خودش را به آتش کشیده ناراحت است. بشینم خود خانواده خود مشکل خواه حل کنم. خصوصی بعد نرازی دست خصوصی نزده. پزشکان این چفاخانه میگویند در نیمه سال جاری نسبت به نیمه اول سال گذشته آمار خودسوزی های زنان در ولسوالی های هرات 30% افزایش یافته است. اگر به مقایسه سال قبل ما در قسمت افزایش آمار خواست باشیم صحبت بکنیم، تعداد واقعیت ما نسبت به نیمه سال گذشته یک افزایش تقریبا میشه گفت در حدود 30% داشتیم. نهادهای دفاع از حقوق زنان که در راستای آگاهی دهی برای رفع خشونت علیه زنان فعالیت میکنند میگویند آمار خودسوزی ها در شهر هرات نسبت به یک سال قبل 50% کمتر شده. مشکلات و ناامنی باعث شده که خشونت ها در ولایت هرات در ولسوالی ها زیادتر بشه، خشونت های فامیلی، و باعث ازدیاد آمار خودسوزی ها در ولسوالی ها شد. مقامات امنیتی هرات میگویند ناامنی ها به اندازه‌ای که بزرگ نمایی میشوند در شهر هرات و ولسوالی ها وجود ندارند. به این نهادها میتوانند به استثنای ولسوالی های شندند، فرسیب و کشک کهنه در دیگر ولسوالی های هرات فعالیت هایشان را انجام دهند. هرگاه ملوزات نسبت به ولسوالی های دوردست یعنی فرسیب و کشک کهنه موجود باشد، پلیس در خدمتشان است تا به پروگرام های آگاهی دهیشان بپردازد. این در حالی است که تاکنون چندین کارمند دولتی و کارمندان نهادهای امدادرسانی در ولسوالی‌های نزدیک و در حومه شهر هرات ربوده شدند.